عمق ماجرا میدونیم تا اینی که مثبت باشیم و راه حل پیدا کنیم. و برای بعضی چیزا هم راه حلی نیست و باید بپذیریم اون چیزی که هست رو. یه مقدار هم این رو من در فرهنگ خودمون میبینم که یه مقدار در فرهنگ غرب کمتر شده، تغییراتی درش به وجود اومده که فرهنگ غرب هم غور نمیزنه، ولی کمتر این فضای اینی که حتما با اصراری باید داشته باشه که مسائل منفی رو مطرح بکنه و اون رو در حقیقت عمق ماجرا حس بکنه و در اون فضای منفیه که به هم دیگه وصل میشه تو فضای مثبت. این هم من فکر میکنم یک چیزی که در فرهنگ ما چون برای ما کار نمیکنه، یه چیزایی دیگه بعد از یه مدتی کارایی نداره. ممکنه که در یک زمان به خصوصی در یک بوهه به خصوصی ماها در کنار هم میایم به خاطر ناراحتی، زلزله میاد، اتفاقی داره میفته به خاطر اون زمانی که اتفاق افتاده، آدم ها میان در کنار هم همدیگر رو بلند میکنن و میرن جلو. و ممکن هم هست خیلی هم در ایران این حس رو بکنن که الان هم فضایی هست که باید همدیگر رو بلند بکنن، ولی بلند کردن همدیگه شنیدن درد یک نفره، نه اینی که بعد از اینکه من درد تو رو شنیدم حالا من برگردم بگم اون یکی مال من بزرگتر از توه و روی اون دردها به رقابت ماها میفتیم و بعد از یه مدتی هم خودمون باور میشه بخاطر اینکه داستانهایی رو که مکررن ادامه میدیم از اون دیدگاه فقط نگاه میکنیم، تنها چیزی که باورمون میشه اینه که چقدر ما بدبختیم، میدونی؟ یعنی یک تضادی هست بین ماها ایرانی‌ها که از یه طرف فکر میکنیم دیگه خداییم و بهترینیم و دیگه هیچ کسی دیگه، هیچ نسلی و هیچ کسی و هیچ ریسی و هیچ فرهنگی و از ما بهتر نیست، و در کنارش دو تا جمله بعدش مکررن داریم میگیم خودمون چقدر بدیم و چقدر ایرانی ها مزخرفن و چقدر ما به هیچ جا نمیرسیم و چقدر زندگی هم بده. یعنی این تضاد رو در کنار هم و به خاطر داستان هایی که اصرار داریم این داستان ها رو مکررن ادامه بدیم برای خودمون به وجود آوردیم. و باز اینکه آیا کاربردی داره یا نداره، آیا کارایی داره، آیا داره ما رو جلو میبره، رفتارمون، کردارمون، طریقی که داریم فکر میکنیم، آیا نه تنها داره به ما خوش میگذره به اون مدلی که داریم فکر میکنیم، ولی رسما داره در جهت نتایج مثبت داره برایمون، برای ما و فامیلمون و کلن جامعهمون داره میره جلو یا نه. نگاهی به این مسئله ایوالویت کردن، سنجش اینی که آیا من چه فکری دارم میکنم و اون فکر رو چجوری دارم ارائه میدم برای اطرافیانم و بعد اون فکر و اون رفتارها چجوری داره پیاده میشه در دور خودم و فامیلم، فکر میکنم که مهمه تا اینی که ما اتوماتیک یه چیزی رو فقط داریم ادامه میدیم که الزامنم کارایی و کاربردی نه برای خودمون داره نه برای فرهنگمون داره، چه فرهنگمون در ایران چه فرهنگ ایرانیانی که خارج از ایران هستن، یه سری کاربردها رو دیگه نداره. جالبش اینه که ما یه وقتایی بود که یه خرافات یا شاید یه طرز فکری بود در مملکتمون که زیبایی، خوشی نباید دربارش صحبت میشد. اگه یه بچه سالم بود و قشنگ بود و خوب میگفتیم چقدر زشته، یا اینکه نه همچین کارت خوبه، نه همه میگفتن نه بابا امروز که هیچی، همه غر میزدن چون که میترسن چشم بخورن، نکنه که این حالت از بین بره و از بینم میره. یعنی خیلی وقتا هستش که همه چی که ثابت نیست، خیلی مثبت ها منفی میشه، خیلی همون که گفتین صورت های صاف و زیبا شروع پیدا میکنه، خیلی انسان های سالم مریض میشن، میمیرن، همه اینا هست تو زندگی. ولی آیا همیشه باید فکر به خاطر اینکه از اون میترسیم ما باید بدیشو ببینیم؟ و اونجاست که شاید یه موقعی بود که ما نمیدونستیم که اثرش چیه و یه کسی پیدا میشد میگه بابا حالا خدا وکیله و بهتر میشه و قصه نخورید و نمیدونم یه نظری بکنید و یه چیزی بدید و این حرفا. یه جوری ما یه سلوشنی، یعنی یه سلوشن سنتی برای خودمون پیدا میکردیم که مثلا اونو به روش طرف مثبت بندازیم. ولی وقتی که اونها نیستش و وقتی که افراد دارن فکر میکنن که ما در امریکا در سیستم جدید چجوری داریم فکر میکنیم، ببینید درست مثل پزشکیه که شما وقتی می پیش دکتر یه دیاگنوزی میکنه، میگه که شما چتونه، شما درداتون رو میگین، ناراحتی ها رو میگین، همین حرفا،
ولی اون شخص اون وقت در مقابلش میگه که چه کار بکن که خوب بشی، یا اینکه میگه که چیزی نیست برو ورزش کن، نمیدونم سالم بخور، این حرفا، یکم بیشتر بخواب، درست میشه. زیر استرس هستی، فشار روته، هیچی نیست. توی خانواده هم همینطوره الان، که ما باید یه مقداری به همدیگه این باشه که اوکی الان تو افتادی توی چاله خیلی عمیق ناراحت کننده، ولی اب نداره، وقت بهش بده، صبر داشته باش، بالاخره از این چاله در میای، میگذره. یعنی اون دلداری ها و اون چراغ آخر تونل به مردم نشون دادن خیلی مهمه و خودمونم اون رو داشته باشیم. مگه چه مونه؟ مگه افراد دیگه چی کار میکنن؟ ما هم همون کار رو میکنیم و جلو میریم و زندگیمون رو میسازیم. متاسفانه با افسردگی که ما در سنهای بالا میبینیم یه وقتایی نه خودشون قادرن این چراغ ها رو برای خودشون روشن بکنن نه اطرافیانشون، و باعث میشه که آدم ها خاموش بشن، کم حرف بشن، تو خودشون برن. و الان هم که البته خب امروز اینجا 90 درجه بودش لس آنجلس، ولی در جاهایی که سردتره و در جاهایی که تاریکتره تو این فصل افسردگی خیلی زیاده، به خاطر نور نیست، به خاطر سرما، به خاطر اینکه از خونه نمیتونن برن بیرون. و اونجاست که یکم باید مراقب طرز فکرمون باشیم. اگر که بتونیم بعضی وقتا این چراغ ها رو، چیزهای مثبتش پیدا بکنیم، باعث میشه کمتر افسرده باشیم و از آینده اینقدر نترسیم. همه پیر میشم، تنها میمونم، بیچاره میشم، اینها هم یه مقداری صداهاش کمتر میشه تو وجود. خانم دکتر مهودی، ماها انسان ها یاد گرفتیم که وقتی که یک بیماری مصری داریم، مثل سرما خوردیم، فلو گرفتیم یا هر چیز دیگه قوی تر از اونم باشه، وقتی میدونیم که مصری هست مواظب هستیم، دهنمون رو میبندیم، اصلا میگیم نمیریم جایی تا این رد بشه، شرایطی رو به وجود میاریم که مواظب باشیم به کسی دیگه ای ندیم. این رو در مسائل روانی خودمون اونقدر نمیشناسیم که افسردگی مصری تشویش و التهاب اینقدر استراب مصریه که حد نداره به خشونت، خشم، یعنی التهاب، استراب، خشم و افسردگی بسیار بسیار مصریه. و این رو چون از کجا من میدونم، و اینکه وقتی که یک نفر میاد چه دفتر من میشینه و بر میگردم نگاه میکنم میبینم مادر و پدر، یعنی دقیقا همون جملات تکرار شده اومده توی این، و اینم همینجور همونها رو داره میده به بچهش، و حواسمون نیست که من این جمله‌ای که مکررن دارم استفاده میکنم یک نقش مهمی رو روی اشخاصی که هستن، مخصوصا اون اشخاصی که رول من یاد دهنده بهشون هست، براشون به وجود میاره. و یا اینه که من کلن مکررن دارم توی فضا این رو میریزم، وقتی که تو فضا دارم این رو میریزم، بالاخره هر چقدر میگن ایمیون سیستم اطراف، فضای دفاعی اطراف قوی باشه، بالاخره میگیره. میدونین دو نفر، سه نفر، حتی با ایمیون سیستم قوی هم، دو روز، سه روز، چهار روز، یک هفته، منی که مریض هستم و توی فضای نزدیک با من باشن، بالاخره میگیرن. و اینو ما متوجه نیستیم که این افسردگی و التهاب هم مصریه. همون قدری که من اگر فلو دارم، اصلا شاید که سرما خوردم، مواظبم که بیرون نرم، دست به کسی ندم، اگر که دستم کردم بشورم، به طرف میگم من شما رو بوس نمی کنم چون سرما خوردم، اگر همین احترام رو ما برای هم خودمون و هم اطرافیانمون بذاریم که امروز من یه ذره دلخورم، بذار برم با خودم کار کنم یکم بهتر بشه حالم و بعد بیام در اون فضا، اگر با افسردگی و یا تشویش و التهابم برم کمک بگیرم از دکتر، با اونها کاری رو انجام بدم که حالم بهتر بشه و حواسم باشه که چه چیزی از دهن من داره در میاد، چون همه اینها مصری هست، یه مقدار زیادی ممکنه که وظیفه خودم رو بدونم یا تأثیر خودم رو بدونم در جامعه ای که دارم، و در این شرایط هم بتونم یه مقدار تغییر به وجود بیارم.
دکتر یابکو مایکل یابکو یه دونه کتاب نوشته بود که depression is contagious و دقیقا توضیح داده بود که چجوری ماها نه تنها افسردگی برای خودمون چه کارهایی انجام میده ولی وقتی که افسرده هستیم اطرافیانمون چه میکشن و میتونه خیلی مشخصا کسایی که همسرشون فرزن افسرده هستن میبینن توی خونه چه حسی میکنن اونها هم بعد از یه مدتی افسرده میشن. جالب اینه که بعد از من تو سیدر ساینای کار میکردم بعد از زلزله که اتفاق افتاد ما گفتیم که یه سری از این کارمندایی که ترسیده بودن مخصوصا تو بیولی سنتر گیر افتاده بودن توی سنتر درش بسته شده بود که بیان با هم گروه روانکاوی داشته باشیم تو تعدادشون زیاد بودن و اینا حرف بزنن درباره ترساشون. بعد از دو جلسه گفتیم نمیشه دیگه اینا این کار بکنن چون که مثلا فرض کنی یکی میگفت وای این دره که بسته شد آدم احساس خفگی میکرد و خیلی خطرناک داشت، یکی میگفت مگه اونجا درم هست، بعد یکی میگفت آسانسورا اینطور بود. متوجه شدیم که بزرگترین چیزی که مصریه همین استرابه و حتی تو گروه های کوچیکتر کسایی که استراب دارن هیچ وقت ما دور هم دیگه نمیذاریم بشینن چون که مثلا یک کسی میاد از سگ میترسه، بعد یکی میاد میگه که این آسانسوره امروز است که کم تکون میخورد، این از آسانسورم میترسه، اون یکی میاد میگه من شنیدم که آدم باید دستاشو باید با این چیز بشوره چون که اینای دیگه میکروبو نمیبرن. بعد از یه مدتی همه این افرادی که این دور نشستن باعث میشه که همه اینا از همون یعنی میترسن از چیزایی که کسای دیگه میترسن. مثلا که وارد اون گروه شده بودن با یه دونه ترس وقتشان از اون گروه میرفتن با پنج تا ترس رفته بودن بیرون. و خیلی این موضوع مشکله که برای افراد مثلا شما فرض کنید درباره بچه دزدی توی این شهر بچه ها رو معمولا پدر یا مادری که طلاق گرفتن میرن بچه ها رو میدوزن، هیچ کسی ما نشدیم که یکی دوتا شنیدیم که بچه رو حالا یادم مریضی اومده نصف شب بچه رو دزدیده. یعنی تعداد بچه ها به سن فرض کنید تو تصادف ماشین از بین برن اینا خیلی خیلی بیشتره تا اینکه یکی بچه من همیشه میگم نونخور زیاد اضافه نمیخواد کسی. ولی یه ترس خیلی خیلی زیادی هست. من دیروز رفته بودم تو یه جای خرید دیدم مادر نشسته های های گریه میکنه که بچه‌م رو گم کردن دزدیدن رفت تموم شد. بچه رفته بود زیر لباس قایم شده بود داشت بازی میکرد. و اونجاست که این ترس ها رو وقتی ما به هم میگیم بچه تو نه تنها نذاری و میدوزنش و نمیدونم چیکار میکنن این ترس ها به هم دیگه واگیر داره به قول شما و باعث خیلی ناراحتی میشه و ترس های مختلف دیگه ای هم که آره. و آگاهی به این مسئله به نظر من خیلی خیلی بهمون کمک میکنه که ببینیم در کنار جمع که اصلا اینه که درون خودمون و در کنار جمع هستیم چه چیزی رو و چه مباحثی رو در حقیقت داریم به همدیگه تزریق میکنیم و چه تأثیری روی جامعهمون داریم میذاریم، چون همینطوری جامعه ما تغییر پیدا میکنه و یا تأثیر پذیر میشه چون تک تک ما وقتی آگاه میشیم به یک سری رفتارهای خودمون و اونها رو اونایی که مثبت کارایی داره رو ادامه میدیم، اونایی که کارایی نداره رو شروع میکنیم تغییر دادن، یک تغییری پیدا میشه. من یادم یک روزی بود من گفتم که من دیگه دوست ندارم که غیبت کنم، یه مدت کیف میکردم تخم خورون رو غیبت از یه لحاظی هم فکر کردم اوکی حالا دیگه نمیخوام غیبت بکنم. و یادمه که اولین باری که من این شروع کردم این کارو کردن اتفاقا سر کار بود، من تصمیم گرفتم سر کار دیگه غیبت نکنم. اون موقع توی کمپانی توی بیمارستان کار میکردم و یادمه که مثلا اینا میمدن شروع میکردن یه توپو انداختن بعد من همینجوری نگاهشون میکردم، من گفتم I'm not interested، من دوست ندارم لازم این صحبت کنم، با یک قیز و خشمی به من نگاه میکردن که چرا من توی این بازی نمیرم. درسته اول میترسیدم میگفتم اگر من بازی نکنم با همه منو دیگه دوست ندارم منو پس میزنن پس مجبورم. بعد یادمه که برای این بعد از یه مدتی دوباره شروع کردم غیبت کردم، بعد برای خودم توجیه همین بود خب نمیشه که تو جامعه ای که من صبح تا شب اینا دارن غیبت میکنم من نکنم، پس من اصلا نمیتونم تو این جامعه رفت و آمد بکنم. گفتم خب نمیشه اگه قراره تغییر